یعنی مهاجرت فقط این نیست که اوه که بریم الان دیگه اونجا حجاب نمیگیریم، الان دیگه میریم کلاب، الان دیگه فلانیم، مشروب میخوریم، آزادیم فلان، نه واقعا. یعنی یه موقعی اصلا آدم به این چیزا نمی تو ایران خیلی با بیشتر به این چیزا میرسیدیم به نظر. دوست دارم سلام به یه ویدیو دیگه از ریویل رو خوش اومد. امروز همراه نگار خانم هستیم و میخواییم باشون مصاحبه انجام بدیم در مورد تجربه زندگیشون توی ترکیه. حدودم فکرم 6 ساله توی اینجا هستم. حالا بریم با خودشون یک عبو گفتی داشته باشیم. بفهمید نگار خانم، دوستان نگار خانم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیز. من نگارم، 6 ساله که توی استانبول زندگی میکنم و الان چی؟ الان چی میتونه باشه؟ خب سوالا رو من میپرسم ازتون، بگید که اینجوری راحت تر باشه. اولین چیزی که واسه آدم مهمه اینه که چرا تصمیم گرفتی به ترکیه بری، چرا دیگه فکر نکردی؟ خیلی سوال خوبی پرسیدین، چون که مجبوریم. یعنی با پاسپورتی که خب ما الان داریم، حالا متاسفانه خیلی حق انتخابی نداریم که بخوایم حالا انتخاب کنیم که خب من میخوام برای مهاجرت اینجا رو انتخاب کنم یا میخوام برم فلان جا، میخوام برم اروپا و اینا. اونا میشه ولی خب به این راحتی نیستش. معمولا برای ایرانی که حالا خیلی شرایط مالی واوی نداره یا مثلا خیلی حالا پشتوانه مالی زیادی نداره، اگه بخواد مهاجرت کنه بیشترین گزینه هایی که مثلا میتونه ازشون استفاده کنه یا دبی یا ترکیه است، که الانم دبی باز هم خیلی سخت‌تر شده شرایطش تا اونجایی که من میدونم، میمونه یه ترکیه، که ترکیه هم الان داره میره توی ردیف کشورهایی که مهاجرت بهش سخت شده. چرا؟ چون که مثلا طبق این مدتی که حالا من اینجا بودم، اون چیزایی که دیدم، 6 سال پیش کلا انگار ترکیه کشور دیگه بود، 3 سال پیش یه کشور دیگه بود، امسال شده یه کشور دیگه و هی این تغییرات داره بیشتر و بیشتر میشه. واسه همین به نظر من از روی مجبوریت، یعنی همه کسایی هم که میان توی ترکیه یا پلن دارن که برن اروپا یا آمریکا، حالا کانادا یا هر جای دیگه، و به عنوان کشور دوم از اینجا استفاده میکنن به عنوان مثلا سکوی پرتاب، که معمولا اینجا گیر میکنن. درسته. البته اینو قبول دارم، توی هر چند سال یه بار یه تغییر اساسی میکنه ترکیه و شرایطش سخت میشه. الان توی ترکیه راههایی که مونده دیگه توریستی که کلا هست شده. الان دانشی و ثبت شکل هم که خیلی نمیشه روش حساب کرد، خرید ملک و شهروندی، یعنی سه تا گزینه خیلی راحت تره، و ازدواج که از همه راحت تره، ولی خب اونم سخت شده الان. من باید پیدا بکنن کیسش، بعد قوانین سختی هم داره. حالا چیزی آره، من اینو پرسیده بودم اتفاقا، چون که این بازار این که مثلا حالا بیای ازدواج فیک کنی و مثلا حالا بعدش روی اون چند سال بعد اقامتتو بگیری خیلی زیاد شده بود انگار یه تایمی، خصوصا همون 6 7 سال پیش خیلی این بازار داغ بود، خیلی اینطوری اقامت گرفتن. ولی اومدن الان تا اونجا که من میدونم خیلی شرایطو سخت‌تر کردن. گویا مثلا وقتی که شما ازدواج حالا از نظر ما سوریه، حالا ازدواج با یک آدم ترک انجام میدی، که شما یه مهاجر باشی و یک غریبه باشی، فکر میکنم 5 سال حدوداً طول میکشه که به شما اون وطنتاش یا همون اقامت دائم ترکیه رو بدن، پاسپورت ترکتون رو بگیرین. و اینم شامل این میشه که حالا شما باید مثلا در وهله اول میان یه موقعهایی توی ماه مثلا یکی دو بار میان از همسایه ها میپرسن، از سوپرمارکت محل میپرسن، میان خونه رو چک میکنن مثلا وسیله ها توی خونه باشه یا نه و اینا، خیلی سخت میگیرن. و اگه بفهمن که خب دیگه کلا دیپورت. آره، بعد وسایل اون پسر یا دختری که مثلا آره، با اون ترک ازدواج میکنه توی اون خونه باشه، اکسا باید باشه مثلا یه اثری از اون، و توی شبکه‌های اجتماعی باید حداقل ثابت بکنن که آقا اینا با هم هن، یعنی عکس مشترک داشته باشن. حالا واقعی هم ازدواج بکنید این پرسر داره، میان سر میزنن. بله، ولی خب اونجوری احتمالش خیلی کمتره که مثلا، یعنی مثلا شکی دیگه خب برانگیخته نمیشه، ولی توی این موضوع راحت میتونن بیان و حالا مچتو بگیرن. دقیقاً. خب سوال بعدیم در مورد اینه که اومدید اینجا تنهایی اومدی یا با کسی اومدی؟ این شرایطی که اومدی اینجا سخت بود، راحت بود؟ الان دوستانی که میخوان بیان، بالاخره هست دوستانی که مثلا از اطرافیانتون میخواد بیان اینجا بمونن، واسه شون راحته، سخته، تنها بیان، با کسی بیان؟ این هم یه توضیح میدید. یه خیلی بحث مفصلی داره این موضوع، ولی تا اونجایی که من دیدم همه کسایی که حالا با پارتنرشون اومدن، همه نه، اکثر کسایی که با پارتنرشون اومدن اینجا خب خیلی به مشکل برخوردن، جدا شدن و یکم شرایط خب خیلی سخت‌تر شده نسبت به قبل. مثلا اون اوایل که من اومده بودم خیلی شرایط آسون‌تر بود، هر کسی راحت میتونست از ایران بیاد اقامت توریستیشو بگیره، راحت زندگی کنه. وضعیت دلار خیلی خوب بود، میگم دلار پایین بود، قیمت عالی، کرایه
خونه ها، یعنی اصلا نمیدونم بگم توی این 6 سال چندین برابر شده، انقدر که زیاده. ولی میگم انقدر که اولش راحت بود، اوکی بود. بعد دیگه حالا بعد کرونا هم که دیگه تا بیاد همه، حالا هر کسی بیاد تا به خودش بیاد و این یکی دو سالی که اینطوری انقدر سخت گذشت، نتونستی سیف کنی، کلی عقب موندی و اینا رو بخواد جبران کنه، دیگه انقدر آدم درگیر زندگی خودش میشه و درگیر این میشه که خودشو هندل کنه. خب خواه ناخواه مشکل پیش میاد توی زندگی با پارتنرت یا با کسی که حالا اومدی. و فکر میکنم دلیل اصلیش همین شرط سخت ترکیه بوده که خیلی حالا این اتفاق براشون افتاد. حالا ما بحثمون خیلی سر پارتنرا نیستش الان. حالا اونو یه ویدیو میگیریم. اونو یه ویدیو مفصل برای روش صحبت کنیم. دارم همچین رشته ویدیوهایی که در مورد پارتنر مهاجرته. ولی اینو نگفتید که خودتون تنها اومدید با کسی؟ من خودم تنها، منی که الان دارم به شما میگم که کسی نباید بیاد با پارتنرش، منظورم قطعا خودم تنها اومدم. چه خوبم کردم که تنها اومدم، چون که حالا شرایطی که ما داریم توی کشور خودمون همین جوریش، یعنی هر کسی درگیر کوچکترین چیزای مثلا هستش که برای زندگی بخوام، یعنی انقدر تو فکرت مشغول زندگی سخت خودت میشه که دیگه حالا میگم تایم نداشته باشی برای کسی دیگه. حالا یه سوال دیگه، اگه به عقب برگردید با توجه به شرایط الان، باز به ترکیه میاید یا نه کشور دیگه انتخاب میکنید؟ میام. الان این سوالتون رو میگم آره میام، ولی اگه قبلا اینو میپرسید میگفتم نه. حالا چرا؟ دقیقا اون تایمی که من اومدم میگم خب خیلی شرط بهتر بودش و من هی ناراحت بودم اینجا، میگفتم وای نه هیچ جای ایران نمیشه. خب اون اوایلش خیلی سخت قطعا، با اینکه حالا ترکیه همین بغلمونه، مثلا خیلی راحت 2 ساعت و نیم راه مثلا بلیط میگیری میری، ولی باز هم غربت مهاجرت اینا رو چیزی تغییر نمیده. ولی خب میگم اون اوایل اوکی زندگی خوب بود، اوکی بود، ما متوجه نمیشدیم خیلی. ولی خب تو یه تایمی یه جایی زندگی کنی اصلا توی خود ایران، شهر به شهر تو بخوای عوض کنی و مهاجرت کنی، باز هم اون غم غربت توره و اون سختیه و اون تا به خودت بیای اینا همه رو داری که حالا حساب کن توی کشور دیگه باشی. و واسه همین دیگه آدم عادت میکنه اینجا و خودت نمیفهمی که وای من چقدر عادت کردم به این سبک زندگی، حالا مثلا به اینکه این مسیر رو برم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، و همه اینا همش عادته. یه جورایی میشه گفت ریشه میکنید توی اونجا دیگه، توی اون کشور ریشه میکنید و کلی دیتا جمع میکنید، آشنا پیدا میکنید، دوباره جابجا شدن از صرف ساختن خیلی سخته، موافقم اینو. و اینکه حالا اون یه سری خب خیلی هستن اومدن اینجا نتونستن و برگشتن ایران، خب این خیلی سخته. فکر کن تو مثلا دوباره میری حالا چند پله به عقب برمیگردی، تو یه عالمه رویا چیده بودی برای خود که بیای و اینجا، که میگم حالا یه سری ها اینطور شدن، خب خیلی بد شد برشون، برگشتن به عقب. ولی کسی که اینجاست اگه مثلا دیگه میگم حالا کسایی که من خودم دیدم با چنگ و دندون فقط میخواستن حفظ کنن این وضعیتشون رو، استیبل کنن که دیگه بر نگردن به اون نقطه قبله. یعنی اینجا هم دیگه الان تو این تایم اون وضعیت واوی نداریم، ولی باز هم با همین حال کسی حاضر نیست برگرده. چرا؟ چون دیگه عادت کرده به این سبک زندگی، به این حالا لایف استایلی که داره اینجا. واسه همین نه، من بر نمیگردم و فکر نمیکنم کسی هم که اینجا دوست داشته باشم برگردم. یه کامنتی هست که تو همه پست ها، من تو کل سوشال مدیا اینو خیلی دیدم، این جمله رو تاکید میکنن، اگه داری اذیت میشی چرا بر نمیگردی؟ خب جواب تو واسه این قضیه چیه؟ یه جواب داری بده. آه بلند من میتونم در جواب بکشم، ولی خب واقعا نمیشه اصلا اینو، یعنی کسی که این حرفو میزنه به نظر من درکی نداره از مهاجرت قطعا. چون که برگشتن این نیستش که ساکتو جمع کنی بگی خب من حال نکردم دارم میرم. تو یه قسمتی از خودت اینجاست، تو اینجا کار کردی، تو اینجا زندگی کردی، تو اونجا هم کار کردی، اونجا هم زندگی کردی. و مخصوصا حالا این توی که این استثناست یه ذره، شما تو کشور ترکیه هستین، اینجا وضعیت داره خراب میشه، به خاطر همین موضوع، یعنی آدم دیگه یه جایی نمیدونه، میگه خب الان من برگردم برم ایران، خب دوباره میرم میشم از صفر، اینجام الان اینجا دارم چیکار میکنم. پس آدم ترجیح میده اون موقعیت امنی که الان داره رو حداقل ترک نکنه. ممکنه بره ایران، شاید حالا یهو دیدی شرایطش خیلی بهتر شد، ممکنه، ولی آدم معمولا دوست نداره نقطه امنی که توش هست رو ترک کنه. و اینکه برگشتن خیلی ساده نیستش، تو زندگی تو آوردی اینجا. اینو قبول دارم. مثلا فکر کنید حالا اینجوری بگم که اون کسایی که مهاجرت نکردن متوجه بشن، یه گلدون واسه اون خونت با چه حسی میخری؟ خب سخت آدم اونو ول کنه، بلند شه برگرده بره. مثلا مبل انتخاب میکنی، تلویزیون میگیری، خونت رو دیزاین میکنی. حالا اون دوستانی که مثلا خونه اشیال میگیرن که اصطلاح میگه مبله، اونا راحتن، یه چمدون چند تا وسایلی برم دارن میرن. ولی اونی که خونه رو خالی میگیره و خونه رو خودش با سلیقه خودش پر میکنه، واسش خیلی سختی که اون خونه رو رها بکنه. یه همچین چیزی رو فکر کنید، مثلا بیسش خونه است، بعد میره حالا آدمای دوره برات که دونه دونه انتخاب کردی، باش آشنا شدی و اینجا دوست پیدا کردن، آشنا پیدا کردن خیلی سخته. اصلا به هر کسی نمیتونی اعتماد بکنی. حالا تو ویدیو بعدی در مورد پارتنر مهاجرت صحبت می‌کنیم، میگیم اونجا خیلی ویدیو چه اتفاقاتی میفته. واقعا
خیلی دزدی ها میشه، پول آدم ها میزنن، گوشی آدم ها برمیدارن، خیلی یه سری کارهای خلاف میکنن، میدازن گردن آدم و این همش خیلی راحت میتونن مشکل درست کنن اینجا برات. یعنی واقعا آدمای اطرافی که انتخاب میکنه آدم مثلا مخصوصا موقعی که مهاجرت میکنه خیلی مهمن، چون که خیلی راحت میتونن هم بکشنت پایین هم میتونن بکشنت بالا و اینکه کاملا بستگی به انتخاب داره و این خیلی سخته که تو توی مثلا یه جای غریب بخوای دوست پیدا کنی طبق همون چیزی که شما گفتین. حالا هدفتون اول از بیس ترکیه بوده یا نه می‌خواستی جای دیگه بری؟ من اصلا هدفم مهاجرت نبوده. من توی ایران دانشگاه می‌رفتم و درس می‌خوندم و تموم کردم و ولی خب یه ذره سرد شدم نسبت به درسی که می‌خوندم، حالا طبق شرایطی که داشتیم و اینکه ایران وضعیتش فوق‌العاده وحشتناک شده بود، من واقعا دیگه از پس مخارج بر نمی‌اومدم. من خودم مثلا خونه تنهایی داشتم و حالا دانشگاه می‌رفتم کار می‌کردم ولی نمی‌رسیدم دیگه، یعنی دانشگاه رو تموم کردم واقعا دیگه نمی‌تونستم بمونم توی اون خونه و مجبور بودم دوباره برم پیش خانواده. ولی وقتی آدم دیگه تنهایی زندگی می‌کنه خب دیگه نمی‌تونه با خانواده زندگی کنه. و من خواهرم اومده بود توی ترکیه قبلا، گفت شرایط اینطوریه اینجوریه می‌خوای بیا ببین و اینا، که اون موقع که من اومدم ترکیه شرایط فوق‌العاده بود، یعنی اون پولی که از ایران آوردم خیلی به همه چی رسید، خونه اجاره کردم، قشنگ کارمو داشتم، خیلی راحت، یعنی خیلی عالی بود شرایط، خیلی راحت خونه گرفتم، اقامت توریستیمو گرفتم و زندگی خوب بود. و اون موقع من نمیفهمیدم، ولی خب الان که مثلا دیگه نمیتونی خیلی، الان کرایه ها چقدره، چندین برابر شده، قشنگ کرایه ها از اون موقع که من اومدم تا الان فکر میکنم 20 برابر 25 برابر شده. من یادم اون موقع 1000 لیر کرایه میدادم، الان کرایه ها کم کم 20000 لیر فکر میکنم هستش، 18000 لیر هستش. من فکر کنم سال 96 97 بود اول ما اومدم ترکیه، اجاره 500 لیر بود، الان اجاره خود من داره میشه 20 همون دیگه. بعد تازه اینم شما از قبل نشستی، الان دوباره هی هر روز و هر روز داره اینجا قیمت خونه ها و اجاره ها میره، واسه همین زندگی خیلی سخته. ولی با این حال بازم فکر میکنم که نمیتونم برم ایران، چون که میگم دیگه همون چیزی که گفتم، آدم دیگه یه جایی عادت میکنه و دیگه میگم زندگی تو دیگه ساختی اونجا، عادت کردی با شرایطشون، با فرهنگشون، با طرز زندگیشون و دیگه این دوباره سخت آدم بر بار دوم، حالا چه بخواد برگرده چه بخواد بره دیگه، این مهاجرت سخته. و میگم اکثر کسایی هم که میان تو ترکیه میمونن، خیلی هم میخوان برن استرالیا کانادا، ولی از این مثلا درصدی که میخوان برن فکر میکنم 90 درصدشون میمونن ترکیه و همینجا زندگی ادامه میدن. در مورد همین مهاجرت به ترکیه تجربه چیزی دارید که مثلا یکی از دوستاتون واسه پیش اومده باشه، واسه مثلا موفقیتش یا شکستش اونو بخوایم بگید؟ موفقیتش که آره بوده، یکی یه کسی رو میشناختم من، خیلی با وضعیت خیلی بدی از ایران اومد، خیلی هم از نظر حالا شرایطی مثلا خب برای دختر یه کوچولو خب سخت‌تر، یه کوچولو مشکلی ایجاد شده بود براش اونجا و با یه حال خراب و یه وضعیت وحشتناکی اومد، رفت اینجا توی یه سری کلاس ها فکر میکنم شرکت کرد اگه اشتباه نکنم، یه سری کلاس ها به هنر و اینا بود، یه استادی میاد اونجا اینو میبینه و از کاراش خوشش میاد و اینا، بعد میگه اوکی بیا و اینا، بعد براش ویزا جور میکنن، میگم اصلا نمیدونم دقیقا چطوری، ولی الان رفته استرالیا، دقیقا یک جا مثلا دیدنش ازش خوشش اومد و این جوری بود که کاملا ناامید بود و اصلا ترکیه هم نمیخواست و اومد و یهو اصلا ترکیه هم نموند، خیلی شانس بهش رو کرد و رفت. حالا یه کسی دیگه یو میشناسم با خیلی وضع خوبی اومد دقیقا ترکیه، یه جای خیلی خوب خونه گرفت، وسیله دقیقا میگه وسیله ها رو چیدن و اینا، وسیله ها بهترینش رو گرفت و اینا، خونه خرید، سرش رو کلاه گذاشتن و همون کیمنی که توریستی هم که داشت و خب دیگه نمیتونست بگیره، اون پولی که سرمایه گذاری کرد که بخواد روش حالا اون کیمنی کرد بگیره اونم پرید و همه سرمایه رفت، دست از پا تراسته همراه با خانواده برگشتن ایران. میگم با خانواده اومدن هم خیلی سخته اینجا به نظرم. دقیقاً. ولی خب گزینه اوله بگم، چرا من کلاس نمیرم؟ کلاس نمی. چرا کلاس نمیرم؟ این ولی شانسه، شما دیدی مثلا میگم اون شانسه بخواد بهت رو کنه یا مثلا بخواد اوکی شه، توی بدترین جا این اتفاقا میفته، تو مثلا بخوای بری تو بهترین جاها بهترین آدما رو ببینی بهترین کانکشن ها رو ببینی نخواد بشه به نظر من نمیشه. آره ولی خب تو اون محیط قرایت، من مثلا تو محیط ترک خیلی نیستم، مثلا بیشتر کاریه توی نه کلاس میرم نه تو اجتماعات اونجوری هستم که با چند تا آدم ارتباط بگیرم، وگرنه شاید واسه خودم هم اتفاق میافتاد. خیلی دوستان واقعا پیشنهاد میکنم کلاس‌های آموزشی اینجا دانشگاه مخصوصا میرید به دید این برید که ارتباط بگیرید، کانکشن جدید برقرار کنید و از طریق اونا واقعا میتونید به خیلی جا برسید. ترک‌ها آدمایی هستن که کمک میکنند، بعضی هستن که حالا کلا بردارن اونا رو یه طرف بذارید مواظب باشید، ولی خب اونقدر بد نیستن. آدم‌هایی هستن که دست بگیرن و واقعا دوست دارن کمکتون بکنن. حتی من چند تا از دوستان بودن واسه اقامتشون مشکل خورده، چه دختر چه پسر، حتی خودشون پیشنهاد دادن بیاید ازدواج کنیم بمون اینجا، هم دانشگاهش هم کلاسیش بود،
میگفت بمون بیا با هم دیگه زندگی میکنیم فعلا توی یه خونه مشترک زندگی میکنیم که یه وقت این داستانی که گفتی پیش نیاد اونا هم خشن بلدن قوانین انقدر دیگه باهاش مواجهه که مثلا این مشکل تو حل بشه بتونیم بمونه مشکل به یه نتیجه برسیم. مثلا همچین کسایی هست یا مثلا توی بحث گالری و نقاشی این چیزا من کسایی دیدم که اومدن اینجا خیلی خوب روش کردن، اومدن با موسیقی گالری موسیقی دقیقاً خیلی پله پرش خوبیه تو کار فیلمبرداری تدوین یا هر کاری فکر کنید کار ناخونکاری. ببینید ارتباط با ترک‌ها خیلی مهمه. وقتی توی اجتماعی مدیری کشور دیگه میاد سعی کنید ارتباط بگیرید، فرار نکنید. زبان بلد بودن پس اینجا کلید اصلیشه. یا زبان بلد بشید که بتونید ارتباط رو بگیرید. بدون زبان اومدن اینجا اشتباه. و دوستانی هم میان اینجا میگن که ترکیه خوب نیست فلان، به من برمیگردن. چرا خوب نیست؟ زبان بلد نبوده، پول نداشته، اطلاعات نداشته، پولش دقیقاً سه آدمای دیگه که سرش کلا بود. دقیقاً با آدمای بدی هم برخورد. اینا میتونن بگن ترکیه بده دیگه، همچین قضیه هست. آره واسه اون از دید اونا بده و زیر پست‌ها میان کامنت میزنن ترکیه شده جا ارزش نداره. اگه داره ترکیه آدم بیاد اونجا نیاد داشت شما نیاد. ولی جای خوبیه. یعنی ما چیزایی که داریم میگیم واسه اینه که شما درست فکر بکنید، درست منطقی تصمیم گیری کنید، راه اشتباه رو نرید. بازم هم همه طبق تجربه شخصی خودشون میگن. یعنی از دقیقه همون چیزی که گفتی، آره دقیقه باید هم برای اونا بد باشه. یا مثلا یکی که میگه خیلی خوبه، آره خب طبق تجربه شخصیش، طبق شرایطش، طبق آدمایی که دور و برشن، اینا خب همه بستگی داره واقعا به این چیزا. ولی در کل من خیلی خوب آدمایی که مثلا اینجا برای مسافرت میان، برای بیزنس میان، هر چیزی از آمریکا میان، از مثلا کشورهای دیگه میان، میگن که واقعا بهشت اینجا. یعنی مثلا خیلی دوستان، یعنی میگن که مثلا همشون تو پی اینن که حالا کارشون رو اینجا تموم کنن، پولاشون رو جمع کنن و دیگه بیان زندگیشون رو اینجا ادامه بدن. و واقعا منطقیه، چون خب هم از یه نظر نزدیک به ایرانه، خیلی راحت میتونی بری مثلا و بیای. واحد پولی که تو مثلا تو آمریکا درمیاری خب اگه جمع کنی بیای اینجا، خب خیلی بهتر میتونی زندگی کنی. ولی میگم اکثر کسایی که اونجا بودن همشون دارن توی زندگی تو ترکیه فکر میکنن. من خیلی به این مورد برخورد من کردم. من خیلی از دوستان هم تو همین کانالم هستن، از کانادا دارن ویدیو میفرستن که دارن ویدیومو نگاه میکنن، هی سوال میپرسن ازم، از سوئد، سوئیس. حالا اینو بارها تو ویدیوام گفتم، همچنان از کشورهای جدید میام. مثلا چند تا از دوستان رفتن دبی، ترکیه بودن، برگشتن گفتن دبی فکر کن دبی بهتر میتونه زندگی کنه. دبی واسه کسی خوبه که از نظر مالی واقعا تمیز باشه، این دغدغه مالی نداشته باشه. اون کسی که پول نداره، مثلا طرف 5 میلیون تومان میخواد بره ترکیه، خب میگیم نمیشه، میگیم میرم دبی پس. خب اصلا نمیشه دیگه، نمیتونی بری اونجا. بلیت میگیری، ویزا میگیری، اصلا میری اونجا قاچاقی میمونی. اوکی چند روز میخوای بمونی؟ یه ماه میتونی بمونی، بعدش پرتت میکنن بیرون. خب این بده، هم واسه خودت ضرر میکنه، روحیه آسیب میبینه. ما اینا رو داریم میگیم. حالا یه سری از دوستان هم این کامنت میذارن تو با این لحن صحبت میکنی، خب آدم عصبی میشه واقعا. عصبی میشه که بهش داریم میگیم باید اون تجربه رو تجربه کنن، حتما نکنن قبول نمیکنن. نه هر آدمی هم باید خود آدم تجربه کنه. مثلا شما به منم بیا بگو مثلا تا فردا صبح فلان چیز، من تا خودم نفهمم، تا خودم تجربهش نکنم، قطعا به اون آگاهی نمیرسم. ولی من خودم ترجیح میدم از تجربه دوستام استفاده بکنم که مثلا آسیب کمتر ببینم. قطعا خودم تهدید میکنم، یعنی همینجوری چشم بسته به حرف یه نفر گوش نمیکنم، میگم آقا این اینو میگه ولش کن برم. مثلا یه دوستی بود میگفتش که مثلا بابا چراغ روشن نکنی، پول برق فلان انقدر میاد، گاز روشن نکنید انقدر میاد. فکر کنم مثلا من فکر کنم آلمانه واقعا انقدر میگه هزینه قبض بالا میاد و فلان. روشن کنم اون چیز خاصی نمیشه واقعا. پولی که من به گاز میدم اگه پکیجی کم بکنم، حالا لباس گرم به قول خود مثلا اون دوستمون بپوشم، احتمال داره با سرما بخورم و پول درمانم خیلی بالاتر از پول اون گاز است. گاز رو باز میکنم آقا، یه ذره پول بیشتر پول گاز میدم. حالا به لطف اردوغان الان یه تاریکی گذاشتن، فلان قبضا ارزون داره میاد، ولی بازم اونقدری که مثلا حالا بخوان دیگه چون نیست واقعا. ما همیشه روشن میذارم زمستون، کلا همیشه روشنه. پارسال واسه من زیادترین حالتی که اومد فکر کنم 1500 لیر بود. تازه من چون سرمایه همیشه روشن هستن، خاموش نمیکنم. یعنی چیزی نیستش که نشه پرداخت کرد. ولی میگه یه سری هم آخه میان اینجا اصلا کلا اینجا رو یه چیز دیگه تشریح میکنن برای دیگران. مثلا یه جور دیگه اصلا میگن که آره نه فلان، اصلا اونقدر هم خیلی زیادش میکنن، اگزاجرش میکنن. مثلا خیلی. ما کشور آره، ما خیلی کشور خارجی هستیم که اصلا واقعا من فکر میکنم ترکیه یکی از شهرهای ایرانه، اینقدر که مثلا ایرانی خب خیلی زیاده. آره. اینقدر که مثلا از این نظر واقعا خوبه، خیلی اوقات آدم احساس غربت نمیکنه، خیلی اوقات دوستات هستن. میگم همین نزدیکیش به ایران اینا فوق العاده است. ترکیه اگه ترکیه 5 6 سال پیش بود واقعا من به هر کسی پیشنهاد میگم اصلا همه جای دنیا رو ول کنین، ترکیه بهترین آب و هواش خوبه، منظره هاش خوبه، قشنگه، دریا داره، جنگل داره، همه چی داره. همه چی تو خود مثلا استانبول یه جا هست.
آره همه چی، جنگل رو داری، دریا رو داری، ساحل رو داری، خشکی داری، همه چی هست، همه چی رو داری، ولی خب متاسفانه الان دقیقاً. حالا داشتم اینم میگفتم که مثلا از کشورهای مختلف دارن هی آمار میگیرن که بیان اینجا، مثلا دوستی بود از آلمان بلند شد اومد اینجا، دوست دیگه دارم الان از رفته بود کانادا، قبرس بود، رفته کانادا و اونجا زندگی میکنه، الان مثلا اونم میخواد برگرده. یه دوست دیگه هم دارم که قبرس بود، رفته اونجا الان دوست کانادا بمونه، ولی خب از اونم میپرسم، حتی همینه میگه، میگه اینجا خیلی شرایط سخته، اون چیزی که فکر میکردم نبود و واقعا اینجا باید خیلی تلاش بیشتری بکنی. ترکیه اونجوری نیست، تلاش میخواد ولی خب نسبت به کشورهای دیگه آسان‌تر، راحت‌تره و قابل تحمل‌تره. واسه ما که دوستمون شلوغیه باشه، اون شبگردیه باشه، میام تو خیابون نترسیم، تنها باشیم. من خیلی به نکته خوبی اشاره کردی، همین شلوغیه و زنده بودنه. ببین یعنی واقعا این از این نظر اینجا خیلی خوبه، چون که همیشه زنده است، همیشه همه مثلا توی حالا رستوران ها رو میبینی، کافی شاپ ها رو میبینی، کلاب ها رو میبینی، همش زنده شاد، خیابونا یعنی تو هر ساعتی به نظرم توی استانبول پا تو از در خونه بری بزنی بیرون، خیابونا شلوغه هست، یعنی هیچ وقت احساس ترس و تنهایی خیلی نمی‌کنی مثلا. یا میگم همه کسایی که اکثر کسایی که حالا تو کشورهای بیشتر اسکاندیناوی بودن یا حالا اون سمت، همه میگن واقعا یعنی انقدر که اینجا دلگیره، انقدر که اینجا سرده، انقدر که زنده نیست، مرده است، یعنی حتی آخر هفته هم تا یه تایم 8 شب مثلا تموم میشه همه چی، ولی اینجا 24 ساعت، اینجا اصلا تا 12 شب شروع میشه همه چی. حالا تو بعضی مناطق قشنگ، یعنی کسایی که مثلا خیلی اینطوری اجتماعی ان و خیلی تو خودشون نیستن، استانبول واقعا بهترین جاست براشون، و تو کشورهای اروپایی واقعا حالشون بد میشه و داغون میشن، چون بودن کسایی که دقیقاً به خاطر همین موضوع افسردگی گرفتن و برگشتن، حالا نه ایران، کشورهای دیگه رفتن، کشورشون رو عوض کردن، اومدن تو همین دبی و ترکیه و این دور و بر. یعنی در کل میگم خیلی حیف که الان اینجوری شده شرایط، وگرنه خب خیلی با توجه به شرایطی که الان توی کشور خودمون داریم اینجا واقعا برامون خیلی خوب بود، ولی متاسفانه اینجا داره تقلق میشه و یعنی ما خودمونم ممکنه که مثلا خود من که همیشه ویزای توریستی میگیرم و کیمیک توریستی میگیرم، ممکنه که مثلا یهو یه تایمی بگن دیگه بهت کیمیک نمیدیم. این تو هوا بودنه یه ذره توی استانبول تو ترکیه هست کلا، این دقیقا هست، ولی یه چیز دیگه هم هستش که واقعا خیلی مثبت. الان مثلا آلمان اگه ویزای توریستی بگیری نمیتونی بری اونجا تغییرش بدی، چون خودم می‌خواستم این کارو بکنم. ویزای توریستی توریستیه، بعد برگردی به اون کشوری که بودی، درخواست ویزای بعدی بدی با اون برگردی، یا دانشجویی نمیتونی بگیری، بعد برگردی بعد دانشجویی بگیری. چیزی که من شنیدم، حالا دقیقش باز با خانم راحل میپرسم، ویدیوشو میگیریم دوباره میذاریم مثلا چه جوریه. خانم راحل تو آلمان بوده، از آلمان اومده استانبول، متوجه یه ویدیو گذاشتم، حتی ویدیو پارتنر مهاجرتی هم با اون گرفتم گذاشتم، حالا دوستان لینکش میذارم برید نگاه بکنید. حالا اینو میتونیم بگیم که الان اقامت توریستیتون مشکل خورد، میتونید مثلا اونو تغییرش بدید دانشجو، یا به ویزای کار، ویزای کار البته بعد اول اقامت داشته باشید، بعد تغییر دانشجو بگیرید، یه هزینه اونجا داره، ولی خب راه داره تو اینجا، ولی کشور دیگه راهی نداره، آقا بنبسته، نمیشه نمیشه دیگه. آره یه راه در روی بالاخره داره، ولی خب اونم باز شرط مالی دیگه، یعنی شرط مالی هزینه بره، ولی خب راه داره، راه قانونی هم داره. دنبال این آدمایی که میگن فلان قبل با وکیل حلش میکنیم، اینا هم شکایت میکنن از اداره مهاجرت، دنبال اینجور چیزا نرید، فقط پولتون میره، آخرش هم هیچ نتیجه نمیگیرید، میگم دیگه کلی اذیت میشه. حالا در مورد زندگی شبانه این چیزو گفتیم، به عنوان یه دختر میدونم مهمونی‌ها زیاد میری، بعد پارتی و مارتی اینجور چیزا زیاد میری، بپرسم چون دوستانی هستن که بالاخره خانواده هم نگاه میکنن دیگه، میخواد این دخترش جای امنه، خیالش راحت باشه، اونجا مثلا مورد آزار اذیت قرار میگیره، قرار نمیگیره، مثلا در مورد این بگی اذیتی شده تا حالا توی همچین چیزایی؟ نه من هیچ وقت، نه موقعی که مهمونی و پارتی و حالا کلاب و اینا آدم میره، نصف شب هم هست همیشه تایمشون، هیچ وقت تا الان نشده که مثلا مزاحمتی، تیکه‌ای، اذیتی و چیزی اینا بشنوم، ولی توی این مسئله خیلی اتفاقا خوبن، چون که واقعا از نظر حقوق زنان حالا توی خیابون مثلا آزارهای خیابونی و مزاحمت اینا خیلی شدیداً برخورد میکنن. من حالا این نبود به خاطر مثلا حالا کلاب و شب و اینا نیست، ولی یه بار ما توی اتوبوسی بودیم که ویدیوش وایرال شد، حالا میذارم اگه میخواین میتونید بذارین اینجا، ویدیوشو دارم من. آره، ما توی متروبوس بودیم و روی صندلی نشسته بودیم، تابستون هم بودش، این صندلی که دیدین 4 تا هستن، دو تا دو تا رو به هم هم، ما سه تا دختر بودیم، ما هممونم شلوارک پوشیده بودیم خیلی عادی، یه آقایی کنار ما توی این صندلی 4 تایی نشسته بود، اون آقای دوستم منو حالا خواهرم، بعد ما متوجه شد، بعد اون دوستم که کنارش نشسته بود یهو دیدم داره دعوا میکنه با این و اینا، بعد گفتم چی شده، گفت این گوشیش رو اینطوری گرفته بود، بعد حالا مثلا پاهای ما اینطوری یه ذره معلوم بود،
یه کوچولو حالا داشت فیلم میگرفت، نمیدونم از چی داشت دقیقا فیلم میگرفت، از پاهامون بود فقط، که این دوست من دید داد و بیداد کرد و اینا. بعد اینا فقط گفتن چی شده که شما دارین داد و بیداد میکنین؟ ما گفتیم که هیچ، این از ما فیلم گرفته، این از پاهامون فیلم گرفته. از اول اتوبوس ریختن فیلماشو دارم بهتون حالا میگم میفرستم بذاریم، از اول اتوبوس ریختن میزدنش. آی که دیگه ما گفتیم باشه ول کن، ما مشکلی نداریم، اشکال نداره، ولش کنید بذار بره، کاری نکرد، حالا فقط زانومون افتادهش، ما فقط خب اصلا آدم اذیت میشه مثلا ریاکشن نشون میده، ولی دیگه انقدر که اینا داشتن. بعد یهو یه خانم اومد گفت چی شده و اینا دارین داد و بیداد میکنین، ول کنید. گفتیم بابا فیلم گرفته، خانم همه رو زد کنار، رفت چسبوندش به شیشه دیگه بزن. بعد نذاشتن ما پیاده شیم بریم، که گفتن نه همین الان چیز کنید، نه زنگ بزنید، همین پلیس متروبوس مثلا ایستگاه به ایستگاه نگهبان داره، بعد گفت همین الان چیز کنید، گزارش بدین بیاد پلیس، باید اینو ببرید، ما هم باهاتون پیاده میشیم. 4-5 نفر باز ما نمیخواستیم شکایت کنیم واقعا، اصلا دیگه حالا یه کاری کرده بود، کارش درست نبود، ولی دیگه در این حد فکر نمیکردم. به زور ما رو پیاده کردن، بود و این 4-5 نفر با ما پیاده شدن اومدن پلیس، سریع هم اون گوگلی که پلیس اومد و اینا چی شده چی نشده بیاین باید شکایت کنیم. گفتیم خب نمیخوام. گفتن نه اگه شما شکایت کنید، ما همین جوریه که داریم نظم رو برقرار میکنیم که دیگران نمیتونن به خانم آسیب بزنن. این فیلم، این فیلم فقط همین فیلم، کسی که فیلم میگیره بعدش حالا از همین فیلم شروع میشه. آره آدم مریض زیاد اینجا. آره ما رو بردن و به زور دیگه ما شکایت کردیم، ولی بعدش دیگه حالا رفتیم و دیگه بیخیال شدیم و پس گرفتیم. میخوام بگم در این حد حواسشون هست، یعنی از نظر امنیت و اینا من تا الان مشکلی برام پیش نیومده واقعا. ولی در کل ایرانی ها رو خیلی دوست دارن نسبت به مهاجرای دیگه که اینجان، ایرانی ها رو به نظرم خیلی دوست دارن، خیلی فرهنگامون خیلی نزدیک به هم، بخاطر من خیلی موافقم با این، اصلا فرهنگامون به هم نزدیک نیست توی سری چیزا واقعا. مثلا اوکی آره یه سری از چیزایی که توی زندگی روزمره انجام میدیم، یعنی افعالی که انجام میدیم، مثلا یه کاری که میکنیم، آره یه سری از مثالامون زبونمون خیلی شباهت داره، ولی از نظر فرهنگی به نظر من ما خیلی بالاتر از ترکیه هستیم. نمیتونم در این باره چیز نظر بدم چون من یه ذره محضوریت توی این قضیه دارم، دوستای ترکیه هم میدونم میبینم، ولی نه ترکیه، من با ترکای ایران کاری ندارم، من ترکای ترکیه رو دارم میگم، من دوستای ترکای ترکیه رو دارم میگم، فارسی متوجه میشن؟ من نصف دوستام ترکن خودشون، اینجا کاری ندارم. از نظر فرهنگی خب توی خیلی چیزا من به نظرم بالاتریم. چرا مثلا یه سری چیزا رو واقعا خب ما بهتر درک میکنیم از نظر فرهنگی، توی یه سری چیزا میگم بالاتریم، برای اینکه خب ما بیشتر سر کار داشتیم، چون ما رو ممنوع کردن مثلا نسبت به اون چیز، و خب ما بیشتر جذب میشیم که بریم ببینیم اون چیه و بیشتر تجربه کسب میکنیم، ولی چیزی که جلو دستمونه یه موقعی اصلا اصلا نگاهش هم نمیکنیم، واسه همین تجربه ای نداریم. از این نظر خب فرهنگ استفاده از یه سری چیزا، فرهنگ یه سری کارا، یه سری جاها، خب ما بیشتر به نظرم توی ایران داریمش، توی مثلا یه سری رفتارها حتی. واسه همین توی این قضیه هم خیلی موافقم، مثلا بعضی از سایت ها رو من به ترک ها میگم ای همچین سایت مگه داریم بابا، شما تو آزادی استفاده کن. خیلی چیزا، خیلی چیزا، مثلا freelancer.com یه چیزی که همه میدونن، من با دوستای ترک هم صحبت کردم من برات آرموت استفاده میکنم، اما اون چیز ملی تونه، یه چیز بین المللی داره، تو ترک میتونی اونجا ثبت نام بکنی راحت، حتی اون کسایی که کیمبریک دارن میتونن اینجا احراز هویت کنن، انجام بدن، کار کنن با این سایت ها. حالا ویدیوشو گرفتم گذاشتم قبلا واسهتون که کارهایی که به صورت آنلاین میتونید انجام بدید، حالا لینک اونم بالا میذارم، یک مجموعه لینک ها شد این ویدیو. واسه اتمام ویدیو اگه نظری، پیشنهادی، انتقادی، چیزی واسه دوستان داری میتونی بگی واسه جنبندی؟ فقط اینو میتونم بگم که اگه فعلا فکر مهاجرت به ترکیه رو میکنید و وضع مالی خیلی خوبی ندارید، به نظرم الان وقتش نیست، یعنی ممکنه که تغییر کنه، ممکنه چون قوانینی که تو ترکیه است سال به سال تغییر میکنه، ممکنه یکی دو سال دیگه، ممکنه چند ماه دیگه، ممکنه اصلا هم تغییر نکنه، ولی الان وقت این نیستش که شما بخواید برای مهاجرت ترکیه رو انتخاب کنید. ولی در کل بخوایم بگیم، حالا با توجه به موضوع ویدئویی که امروز داشتیم، من خودم خیلی کاملا راضی ام الان از زندگی توی ترکیه، یعنی اگه به من بگن برگرد ایران، نه بر نمیگردم ایران، چون دیگه زندگیم اینجا شده و یه جوری عادت کردم و میگم اینجا اونقدر بد نیست، یعنی آدم خیلی جای پیشرفت داره اینجا، خیلی جای پیشرفت داره، فقط اینکه باید یکم بدوی دنبالش، یکم باید اکتیو باشی دیگه. دقیقاً. مرسی، ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. اگه شما هم تجربیاتی توی استانبول داشتید، توی ترکیه داشتید، توی زیر این کامنت ها بنویسید، حالا هر کشور دیگه هم بود میتونید اونجا هم بگید که کشوری که توش زندگی میکنید خوبه یا بده، از خوبیاش بگید یا بدیاش بگید، اگه اوکی باشید هم حتی با هم میتونیم ویدیو آنلاین هم بگیریم. خیلی ممنون، تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ.